برای این پیرمرد از سر خیرخواهی دعا کن بزرگ مرد. افسوس که طی این سالها چشم من به این دقایقی که گفتید باز نگشته بود. شما سرورید و ما حقیری بیش نیستید. بیشک خداوند از روز نخست تو را مورد عنایت خود داشته که چون این فرزانه ای را بر سر راحت نهاده. افسوس که در زمانه ای پر حقد و حسد زندگی میکنیم. بوزی تقصیر گر در کلامم زبری بود، شما منو عفو کنید. در مسیر هرات قصد دارم به جانب بارگاه علی ابن موسر رضا روم. هنجا نزد آقا برایت فراوان دعا خواهم کرد تا او پشتیبانت باشد. حیف بود که به سمرقند بیایم و این رصدخانه را نبینم. خرسندم از آن که این دارالعلم را در ساختنش بسیار کوشیدی. خداوند نگهدارتان. خداحافظ. من بزرگ قبیله آشوغالا هستم. در صحت کلامم تردید نداشته باشید. شما این روزها به هم نشینی با زنی به ظاهر با کمالات می نشینید. با او هم درس و هم کلامید و نیک می دانید که او از خاصان و نزدیکان ریاستی. که چی؟ پرسیدم که چی؟ خود اوست. برای این ادعای درشتت بیانه ای داری؟ اگر زن اون برم که سایت به دسیسه میکنی شک نکن که حکمت مرگه. این نسبت هایی که به قیاس الدین و اعوان اون میدی به هیچ طریق و با هیچ شعوری منطبق نیست. ودیه یگانه که برای خرید خنجری زهرآلود به مصرف رسیده. زود گذشت. یادت تو گاری خراش پیدام کردی؟ گاری خراش و بلباب پا کردن تو شهر و آسی کردن بابا افضل بیچاره. وای 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 که چقدر حرف میزدی. اون شب قرآن دستم بذاری، هرچی داری از برکت وجود قرآنه. خیلی عالم تر از تو و دانا تر از تو بی دستی به قرآن به باطل رفتن. شکر. این تسبیح یادته؟ خدا بیاموزم سرتا. آقا جونم چطوره؟ مثل همیشه دلنگران و چشم انتظار. اون گفت بیا یاره؟ نمیخوای بگی چی شد اومدی؟ شاید نباید بگم.
به آسمون نگاه کن، بلکه بفهم. میترسم نگاه کنم خوابم ببره. یادته کاش کنیزتون رو محرم میدونستین و آشفتگی دلتون رو با اون قسمت میکردین. خون خیانت در سفیدی چشم ما بود و نمیدیدیم. من از چند سال پیش که پای این کاشانی ها به تختگاه شما باز شد میدونستم که فطرتشون به پلیدیه. تو گفتی، اما من به حساب حسادت زنانه گذاشتم. سبب این همه تساهل و مدارا چیه؟ دستور یاسا بده تا عبرت همه بداندیشان بشه. نگارش زیش بی محاسبه جیب یک درجه بی فاید است و تمام زحمات چندین سالمون به باد میره. این جز به دست اون در نمیاد. شیرینی، این دیدار و تلخی رفتنتون نمیارزید. چرا اینم عجله؟ من به حکم نانوشته‌ای به این سفر اومدم، نه برای تلخ و شیرینیش. همیشه بهت گفتم زندگی در دربار حکام پرخطره، علل خصوص بعد از محکمه ارتدادی که برای تو به پا کردند و تو الحمدلله سربلند بیرون اومدی. خطرات بیشتری تهدیدت میکنه، باید بیشتر مراقب خودت باشی. حکام بنده هوسن و دائم در حال تغییر. اگر بشه به هوای بهار اعتماد کرد، به اونا میشه اعتماد کرد. بعد حل این مسئله برمیگرم کاشون، یه لحظه نمونم. انشالله اگه عمری باقی بود چشم انتظارتون بود. به امید این یا علی. پاینده باشین. کار ساخت رصدخانه بسیار طولانی شد، اما سرانجام با تلاش همه شما به اتمام رسید. امروز اراده من بر اینه که هرچه زودتر از اون بهره‌مند بشیم و زیج بی عیب و نقصی رو به نگارش در بیاریم که به گواه همه شما نیازمند به محاسبات جدیده. من تصمیم گرفتم خودم دست به کار محاسبه جیب یک درجه بشم، اما از شما هم میخوام که در این راه با من همراه باشید. پس یک هفته فرصت دارید تا این مسئله رو حل کنید. اگر خودم این کار رو کردم که هیچ، اما اگر هر کدوم از شما زودتر به حل این مسئله دست پیدا کرد، افتخار این رو داره که در رصد و نگارش زیج که به نام زیج اولاغ بیگیست با من همراه باشه. ما بقی به دیار خودشون برمیگردن.
گل گاوزبان سر حالتون میکنه. میل دارین؟ نه. نه ممنون. چه خبر؟ امروز الاغ بیگ منو به حضور نپذیرفت و حاضر به تشکیل مدرسه درس نشد. سلام، نمیبینم بیشتر از این اینجا بمونین. باروبونتون رو جمع کنین و سمرقند برین. همین فردا. گویی در باتلاقی سخت گرفتار شدم. شما مدتی آب و غذای درستی نخوردید. به خدا سوگند که قامستر از این مسئلهی در زمانه ما وجود نداره. با اینکه دلم از جمشید شکسته، اما اگر به حل این مسئله فائق بیاد از گناهش میگذرم. نقشه مرگ شما رو کشیده اون وقت سریع به بدن نشان رو خورده. احساس میشه جمشید به همراه خانواده‌اش یکی دو روزی در حال بستن اسباب سفره. گویی قصد عزیمت به کاشان رو داره. حاج نصیر ما یا از حل مسئله عاجز مونده یا ترس از اون داره که توطئه پلیدش افشا بشه. محال بی اجازه ما اقدامی انجام بده. به هر حال به هوش باشید و چشم از اون بر ندارید. سرخی صورتتو از دست دادی جمشید. خسته ای؟ در موندم. براتون شیر گرم آوردم.
نگرانیم از اینه که سلامتیش به خطر بیفته. از بستر نازتون بیرون آوردم تا بدونم در اون مهم که امیرزاده فرمودند چه مقدار جد و جهد کردی. خاتون خود با ذکاوته. این ادعای گزافی بود که قیاس‌الدین کرد، ورنه این مسئله رو به هیچ روی پاسخی نیست. قیاس‌الدین بیهوده پای می فشرد بانو. همانطور که جناب قاضی زاده گفت، این مسائل رو در عالم پاسخی نیست. براتون متاسفم، برای خودم بیشتر از شما که دلخوش به هوش و ذکاوت شما در حساب و ریاضیات نشستم، غافل از اون که میرزا اولوغ بیگ که خود در علم و حساب سرآمد شماست در حل این مسئله واموندن. الجای بانو، گفتم حل این مسئله کافیه، دیگه نمیخوام بشنوم. بفرمایید بیرون. ولی حل این مسئله محال بانو. اینجا بیرون. نگرانی شما بیهوده است. ما خود این مشکل رو به طریقی حل میکنیم که هم امیرزاده به مطلوب خود برسن و هم شر قیاس‌الدین از سمرقند کم بشه. نگرانم که اگر قیاس‌الدین این مسئله رو حل کنه، اولوغ بیگ از گناهش بگذره و به اون مرتبه بالاتر بده. فراموش نکنید که شما برگ برنده‌ای در دست دارید. پس کعبه آن نیز به مراتب کوچکتر و همین نیز در تقریب هم
از آن صرف نظر شد. پس رقم نخستین 60 گانی را به ارزش نسبی استخراج کن. پس برای تعیین ارزش نسبی رقم دوم، کعبه رقم نخست را در معادله قرار بده و استخراج کن. با مجموع دو رقم، رقم سوم را بیاب و الی آخر. آنجا حاصل است اندازه جیبه 2 درجه است و نصف آن پاسخ مسئله‌ای که تا به امروز لاین حل مانده. سحر نزدیکه، پاشید. آقا کیه؟ سحر شده، چیزی بخورید. چیزی شده؟ امروز پس از چند وقت جمشید از اسدخونه بیرون اومده و خوش خرم به شهر رفته. به گرما به هم سری زده. یحتمل به حل مسئله که در پیش بوده، نائل اومده که اینچنین آرام آسوده بوده. خدا بچه‌م از دست رفت. مادر جان لحظه گرم کن. به جمشید. بچه‌م حالش خوب نیست. برو. از اون که تموم شد برمیگردیم کاشون. جناب ترخان وزیر، حتما مسئله مهمی اتفاق افتاده که شخصا قدم رنجه کردید رصدخونه. امیرزاده کنجکاو شدن که آیا شما به حل مسئله فائق اومدید یا نه. عجب، کنجکاو شدم.
خودم به وقت مقرر خدمتشون میرسم مسئله رو توضیح میدم. نیکوش که این اتفاق فلحال بیفته. پوزش میخوام. در میان شما چهره آشنا میبینم که هیچ ربطی به عمرا و بزرگان نداره. آیا امیرزاده گردنبندی که به تو داد هنوز داری؟ شاید برای خرید خنجری زهرآگین خرید شده. ها؟ میخوام بدونم کجاست. تمام بیا. من باید امیرزاده رو ببینم. روایت جمشید اولوغ بیگ به آخرین خط رسیده. به آخرین خط رسیده. چه راقم بدخطی داره این اوراق. مثل شغال بد صدا. مثل بوف شوم. چه فرخ خیالی که گمان میکنی کار حکومت، کار ملک و حکومت به این اسباب شمرتی و طرب معیا میشه. اگه دلخوشی به کواکب و افلاک بود، بساط دیوان به باد رفته بود و جماعتی گرسنه و آواره بیابون. متاسفم برای جماعتی که شب آروم میخوابن. به دلقرصی امیری مثل تو؟ چون منی اگر نباشه تومار این روایت بر آبی نگاشته میشه. سیاست این ملک به تدبیر چون منیست. کار سیاست اگر به دستان پریشان احوالانی چون تو بود، دریغ اگر تخت کاه چون امروزی میدید. این تختگاه به تدبیر یکی مثل خواجه نصیر موند، به نااهلی مثل تو رسید. انصاف بده، ردای خواجه نصیر به تنت گشاد نیست. به آیندگان واگذار کنیم. مهم نقلیست که فاتحان می نویسن. امروز امروزه، فردا فردا. بیرون منتظرم. در انتظار این لحظه بودم. سزای خائن چیه؟ پرسیدم سزای یک خائن چیه؟ ها؟ منو ببخش. خواهش میکنم، التماس میکنم. هوش من، منم. آی بانو، خواهش میکنم ازت، منو ببخش. خوبه، خوبه، خوشم اومد. از یه مرد علمی همچین رزمی بعیده. اگه به سپاه من ملحق میشدی که ذره بیشتری گیرت میاد. لعنت به تو، لعنت به تو اردای. دست منو به خون باز کردی. گمشید، گمشید. تمومش کنید. نفسشونو ببرید. نفسشونو ببرید.
تو رو به صاحب امروز برو. برو. از اینجا جون نخور. از لطف خداوند به سوی آفریدگارت بازگرد، در حالی که تو از لطف خداوند خوشنود هستی. خوشنود خوشنود در جمع بندگان مخلص من در و به بهشت من وارد شو.